بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام و وقتتون به خیر باشه انشاءالله. در ماه رجب، ماه آقا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم، ماهی که میزبان میلاد با برکت آقا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. البته شهادت ها و وفات و میلاد های دیگری هم در این ماه وجود دارند، همچون خب شهادت آقای امام هادی علیه السلام که در ابتدای ماه بود، میلاد آقای امام محمد باقر علیه السلام، میلاد آقای امام جواد علیه السلام که امروز بود، و تمامی این مناسبت های ولایتی و ولایی در این ماه جمع شدن. به حق و الانصاف این ماه به نام آقا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام که نامگذاری شده و نام امیر مؤمنان هست، این تسمیه تسمیه بسیار با مسمایی است. انشاءالله که همه شما عزیزان و خوبان هم بهترین استفاده رو و کمال بهره رو از این ماه مبارک و پر سعادت و پر خیر و برکت برده باشید انشاءالله، با انجام دادن اعمال این ماه، با گرفتن روزه در این ماه خودتون رو بیش از پیش نزدیک کرده باشید به خاندان ولایت، به خاندان آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. با برنامه سرزمین عشق افتخار داریم بار دیگه در خدمت شما خوبان باشیم. تا همطور که بارها و بارها خدمتون عرض کردم، اولین هدف ما اینه که عطربوی کربلا رو بیاریم خونه های شما. شمایی که پای گیرنده هاتون، پای تلویزیون هاتون میشینید در این ساعت و اهتمام میورزید که برنامه رو به صورت زنده ببینید، چرا که دیدن صحن و سرا و گنبد و بارگاه آقا امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام جزئی جدا نشدنی از وجود شما شده. یک احساس و الفت عجیبی که شخص بدون دیدن این مناظر ارزنده احساس میکنی یه چیزی بالاخره کم است. خدا رو شکر که توفیق حاصل شده، شبکه امام حسین علیه السلام این شرایط رو براش فراهم شده به لطف خدا و اهل بیت عصمت و طهارت، که این فضا و این حس و حال رو به خونه های شما خوبان هم بیاره. و این نیست مگر اولا با لطف خدای عز و جل، با عنایات اهل بیت عصمت و طهارت، بالاخص آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، و کمک های با عشق و محبت خود شما بینندگان عزیز و تلاش های شبان روزی بچه های شبکه امام حسین علیه السلام، دستن درکارانی که حقیقتا از جون و دل دارن مایه میذارن تا این شبکه بتونه نمونه یک شبکه شیعی باشه. ببینید ما تمام تلاشمون رو انشاءالله میکنیم تا این شبکه آنچه که معارف اهل بیت عصمت و طهارت هست، آنچه که صحیح هست برای تشیع رو خدمت شما بینندگان و برای جهان عرضه بکنیم. در این بین ادعا هم نداریم که خدای نکرده سهواً اشتباهی از ما سر بزنه، کاملا این امر طبیعی است، ولی کن افتخار میکنیم که به روی انتقادات دست و دلمون و چشممون و سینه ها و آغوشمون باز هست. اگر نظری، پیشنهادی هست، انتقادی هست، حتما برای ما ارسال بکنید، ما خوشحال میشیم در مورد اون حتما بحث میکنیم. برخی از افراد سوالاتی دارن، برخی از عزیزان راجبه یک سری مسائل، راجبه اسم برنامه ها سوالاتی دارن، ما خدمت اونها پاسخ میدیم. اگر پاسخ در حقیقت قانع کننده نبود و ما به این نتیجه برسیم که نه، اون روشی که داریم میریم با خطا روبرو هست، اشتباه هست، حتما تصحیح میکنیم. گاهن اتفاق افتاده که بینندگان عزیزی که سوالی و موردی براشون پیش اومده پرسیدن و احساس کردن که داری جایی داره کار اشتباه پیش میره، بعد از اینکه توضیح به اونها داده شده متوجه شدن که نه، روش صحیح همین هست. به هر حال تلاش ما این هست که با تمسک به آن دو ثقل ارجمند و عظیمی که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله در بین ما مسلمانان به ارمغان و یادگار گذاشتن، یعنی کتاب الله و اطرتی اهل بیتی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند، مسیر حق رو پیش بریم. و این اون چیزی هستش که تمام تلاشمون رو در این زمینه داریم انجام میدیم. من نمیخوام زیاد صحبت بکنم، ولی خب به هر حال ابتدای
یک دهه جدید هست. همطور که مستحضر هستید، ما قراره امشب انشالله در خدمت یکی دیگه از اساتید ارجمند باشیم و خب ابتدای هر دهه هم ما هم جا داره تشکر بکنیم از شما بینندگان عزیز، هم یه سری مطالب رو بیان بکنیم. تنها فرصتی هم که من در اختیارم هست برای اینکه خدمت شما مطالبی رو عرض بکنم تو همین ابتدای برنامه هست. ممنون میشم تحمل میکنید صحبت‌های بنده رو، ولیکن به هر حال خوشحال میشیم از اینکه هم صحبت بشیم با شما عزیزان. شما هم لطف میکنید، بزرگواری میفرمایید، صحبت‌های ما رو میشنوید و حتما ما رو راهنمایی میکنید. با برنامه سرزمین عشق در خدمتتون هستیم، همونطور که خدمتتون عرض کردم، و انشاءالله از امشب به مدت 10 شب در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسن یوسفی خواهیم بود. این استاد گرانقدر، این خطیب منبر حسینی معرف حضور شما هستند، یکی از نیروهای خالصی که در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت فعالیت میکنند و الحمدلله به برکت اهل بیت نزد شیعیان شناخته شده هستند. اجازه بفرمایید من از طرف خودم و شما عزیزان خدمت این استاد گرانقدر که از طریق اسکایپ با ما در تماس هستن عرض سلام و ادب داشته باشم، خیر مقدم بگم خدمتشون و بعد از اون بریم. وقتی وارد بحث شدیم متوجه میشیم که بحث امشب انشالله راجع به چی هستش. حاجی یوسفی سلام، بنده را از کربلای معلا پذیرا باشید. خب ظاهرا به من اطلاع دادن که متاسفانه هنوز ارتباط ما با این استاد گرانقدر برقرار نشده به خاطر مشکل فنی، مشکل اینترنت. خب ما خدمتتون عرض بکنم که من طرح موضوع رو انجام بدم، خدمتتون عرض بکنم که قرار هست راجع به چه مباحثی انشالله در این 10 شب که در خدمت حاجی یوسفی هستیم صحبت بکنیم. برنامه سرزمین عشق هم تو که مستحضر هستید، محوریتش معارف اهل بیت عصمت و طهارت هست. یعنی بنده تا جایی که در توانم هست و بحث اجرای این برنامه رو به عهده دارم تلاش میکنم انشاءالله تا این برنامه بیشتر یک برنامه معرفتی باشه و مطالب ارزنده ای رو راجع به اهل بیت عصمت و طهارت تقدیم حضور شما خوبان بکنه، همونطور که تا به الان هم مستحضر بودید و شاهد بودید. در این ایامی که ما مهمان آقا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم در این ماه و میلاد بابرکت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در پیش رو داریم، یکی از مباحثی که در حقیقت میشه گفت نیاز دیدیم که راجع بهش صحبت بکنیم، در تمامی برنامه های شبکه راجع به خود آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام صحبت میکنند انشاءالله، ما فرصت رو مناسب دیدیم تا انشاءالله در این دهه که در خدمت حاجی یوسفی هستیم راجع به مراتب عالی اخلاقی صحبت بکنیم. ببینید اخلاق خب یک جزء و یک بخش از فرهنگ اسلامی یا یک بخش از حالا فطرت انسان، دستبندی های مختلف که انجام بشه هست، یک حتی احکامی هم بر اون مترتب میشه، بحث احکام داریم، اخلاق داریم و مراتبی از این دست در بحث دین. اساتید نشستن، من بیشتر اطاله کلام نمی کنم، ولی من میخوام به این نکته اشاره بکنم که مراتب عالی اخلاقی که اینها رو ما در ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت میبینیم و میشنویم، اینها تا به چه اندازه برای ما انسانهای عادی قابلیت دستیابی داره؟ چطور میشه که این بزرگواران در این زمینه ها به این مراتب عالی میرسن و یک چنین رفتارهای بلندی، یک چنین رفتارهای عظیمی رو از خودشون به جا میگذارن، چه در گفتار چه در رفتار، که این مراتب عالیه اخلاقی نمود پیدا میکنه و خدای عزوجل راجع به این مراتب عالی چه فرمودند؟ بحث در این زمینه بسیار مفصله، از اونجایی که موضوع اخلاق و بحث اخلاق محدود به یک در حقیقت موضوع یا محدود به یک
مفهوم خاص نیست و موضوعات مختلفی رو شامل میشه. مطمئنا ما در این 10 شبی که در خدمت شما هستیم نمیتونیم همه جوانب مراتب عالیه اخلاقی رو پوشش بدیم، ولیکن به صورت انتخاب شده انشالله آقای یوسفی حالا یا امشب یا شبهای آینده برای ما بیان خواهند کرد که در هر شب قرار هست راجع به چه مطلبی صحبت بکنیم و ببینیم این بحث اخلاق و مراتب عالیه اخلاق که سرآمد اونها نزد اهل بیت عصمت و طهارت هست، نزد 14 نور پاک 14 معصوم هست، به چه صورت هستش ان شاء الله. نمیدونم ارتباط ما برقرار شد با حاج آقای یوسفی یا نه هنوز. خب ظاهرا ارتباط ما همچنان برقرار نیست. من اگر اجازه بفرمایید، چون این بحث بحثی هستش که اساتید باید درش صحبت بکنن و به صورت تخصصی وارد بشن و حاج آقای یوسفی برای این مطلب مسائل و موضوعاتی رو جمع آوری کرده، من راجع به خود موضوع زیاد صحبت نکنم. دعوت بکنم از شما عزیزان، اگر هنوز از اتاق فرما به من اطلاع میدن که تماسمون هنوز برقرار نشده، من دعوت میکنم که تصاویری رو از بین الحرمین، حرم آقای امام حسین و حرم آقا ابوالفضل عباس علیه السلام ببینید، دلتون حسینی و ابوالفضلی بشه انشاءالله. و بعد از اون انشاءالله به محض اینکه ارتباطمون برقرار شد با حاج آقای یوسفی در خدمتون باشیم و از بیانات ایشون بهره ببریم. خب خوشبختانه ارتباط ما برقرار شد و این دنیای تکنولوژی عجب دنیای عجیب و غریبیه. از یه طرفی خدمتتون عرض بکنم که کارها رو ساده میکنه، کارها رو راحت میکنه، دوستان و عزیزان و کارشناسان از مناطق بسیار دور با تماسی کوتاه سریعا وصل میشن و که انما در استودیو حضور دارن. بعضی وقتا هم اینطوری میشه، ارتباط رو برقرار میکنی، تماس گرفته میشه، وسط کار که میخوای شروع بکنی برنامه رو یک دفعه ارتباط قطع میشه و برحال به قول گفتنی ها دست آدم رو میذاره توی پوست گردو. خیر انشالله
انشالله که خیر باشه. من پوزش میطلبم از شما عزیزان که وقت شریفتون در حقیقت رو پای برنامه گذاشتید، ولی خب مطمئنن بهره بردید با دیدن تصاویری از زنده از حرم مطهر آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. چه چیزی بهتر از این حقیقتا؟ و خوشبختانه ارتباط ما برقرار شده. اجازه بفرمایید از طرف خودم و شما خدمت حاجی یوسفی عرض سلام و احترام داشته باشم. حاجی یوسفی عرض سلام، بنده رو از کربلای معلا پذیرا باشید. رحمت الله، سلام به همه حسینیان، همه بینندگان عزیز و همه اونایی که عاشقانه پروانه سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و این شبهای ولادت امیر المؤمنین در حرم امیر المؤمنین نجف اشرف و سایر حرم ها، حالا هر جایی که بتونن، و ما معتقدیم حرم ها به هم متصله، هر کی دستش به نجف نمیرسه امشب اگه کربلاس بره تو حرم امام حسین، السلام علیکه یا امیر المؤمنین، دقیقا این همون چیزیه که در متن روایات اهل بیت آمده. اگر مشهد و رضا هست دستش به نجف نمیرسه یا به کربلا نمیرسه، را بیفته بره حرم علی ابن موسر رضا علیه السلام، اونجا دقیقا انگار تو حرم امیر المؤمنینه. نور واحدن، حرم واحده، بیت واحده و خلاصه اهل بیت نورن، هیچ تفاوتی نیست و اتصال برقراره. حتی اونایی که در شهرستان ها هستن، اگر امامزاده ای دارن که میتونن در اون حرم کوچک سلامی عرض کنن، امشب به نیابت نجف اشرف و به نیابت امیرالمؤمنین مشرف بشن. اون امامزاده، اون حرم نورانی و مطهر، ارتباط دلی و قلبیشون وصل میشه و کأنه تو حرم امیرالمؤمنین و نجف اشرف هست. من سلام عرض میکنم همه خدمت همه بینندگان عزیز و باز خدا رو شکر میکنم که توفیقی شد دوباره بتونیم در خدمت عزیزان باشیم، و همچنین سلام عرض میکنم خدمت آقای بزرگان نیا و همه عزیزان شبکه امام حسین. دستن در کاران شبکه باز لیاقتی بود با اینکه بیماری سختی و مشکلات عدیده بود، باز توفیقی شد برگشتیم. الحمدلله همه اینایی که میرن اون عالم رب ارجعونی میگن که خدایا ما را برگردان لعلی اعمل صالحا، من دوباره قول میدم کار خوب بکنم، به همه هم از یک کنار میگن کلا، امکان بازگشت نیست. ولی حالا این بار رب ارجعونی ما رو کلا نفرمودن و اجازه دادن یه بار دیگه ما در خدمت شما باشیم و بتونیم نوکری کنیم. خدا حفظتون بکنه آقای یوسفی، مشهد و رضا هست. به 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 به، انشاءالله که نایب زیاره ما هم باشید در مشهد و رضا، اونجا پابوس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. حقیقتا حمدالله علی السلامه، به قول عربا، یعنی خدا رو شکر میکنیم به خاطر سلامتی شما، خیلی نگران حال شما بودیم. الحمدلله رب العالمین. خاطرم هست همون اربعین عزیزید، اربعین مشایع، اربعینی که امسال داشتیم مخصوص برای حضرت عالی، دوستان و زائران و علاقمندان دعا میکنن، کسایی که مشرف شده بودن. خدا رو شکر، خدا شکر که روی شیعیان رو زمین ننداختن ارباب آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و ما همچنان در خدمت شما هستیم و انشاءالله استفاده میکنیم از حضرت عالی. من اجازه میخوام که به روی پا بایستم، با صدای گرم شما عرض سلام و ادب بدیم خدمت آقای امام حسین و آقا ابوالفضل عباس علیهم السلام، و بعدش انشاءالله وارد بحث همون بحث خدمت از مراتب عالی اخلاق باشیم که من مقدمات مختصر راجع به اون بیان کردم. من با اجازه شما به روی پا میستم تا انشاءالله عرض ادب بکنیم. یا الله یا علی، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله،
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا سيد الوسيين، السلام عليك يا علم التقى وكهل الورى السلام عليك يا سيد البشر السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين ويا يعسوب الدين السلام عليك ورحمة الله وبركاته ان شاء الله که سلام ما رو پذیرا باشن و جوابی در خور شأن خودشون به همه عزیزان بیننده و همه مشتاقان زیارتشون بیماری و بسته شدن راه ها و محرومیت از زیارات انشاءالله با همین سلام برداشته بشه و بتونیم دوباره در محضر دوستان در حرم مولا سید الشهدا و امیر المؤمنین بتونیم عرض ادب بکنیم انشاءالله حقیقتا ما هم خیلی دوست داریم مجددا در خدمت شما باشیم، ببینیم حضور گرم شما رو در کربلای معلا و از بیانات ارزشمند شما به صورت حضوری بهره ببریم. حاجی یوسفی، بحث این ده شبی که انشاءالله قرار ما در خدمتون باشیم، همونطور که مستحضر هستید، مراتب عالی اخلاق هست. قبل از که وارد بحث بشیم، من راجع به همین موضوع، همین عنوان اجازه بفرمایید بپرسم، مگر اخلاق مراتب عالی و دانی داره که حالا ما میخوایم مراتب عالی اخلاق رو بهش بپردازیم و این مراتب عالی اخلاق نزد چه کسانی هست و به چه صورت هست و اون بحث‌های مقدماتی که حتما حضرت عالی برای بحث امشب آماده کرده در خدمتتون هستیم و استفاده میکنیم. بله، عرضم به حضورتون، مراتب عالی اخلاق همون مراتب اخلاق الهی است. اخلاق الهی در اسماء الهی متجلی است. اسماء الهی همه در دعاء جوشن، هزار و یک اسم در ادعیه دیگه، دعاهای دیگه، در آیات شریفه قرآن در صد اسم متجلی هست. ولی خب نکاتی رو باید به عنوان مقدمه عرض کنم در بحث مراتب عالی اخلاق. اول اینکه اخلاق رو ما از مظاهر اخلاق و از شخصیت‌هایی که مظهر اخلاقی هستن باید جویا باشیم، چون اخلاق رو آسمون نیست، رو هوا نیست. ما اخلاق رو زمین نمیتونیم پیدا کنیم، اخلاق در و دیوار نیست، در جنگل ها نیست، در ابر ها نیست، در آسمان ها نیست. اخلاق متجلی در مظاهر اخلاق است. هرچه مقام مظهر اخلاق بلند مرتبه تر متعالی تر باشه،
ظهور و بروز اخلاق از اون مظهر اخلاقی بیشتر خواهد بود و ما تعالی عینی در اخلاق رو لمس خواهیم کرد. یه وقت شما دیشب با رفقای لندن که صحبت میکردیم، اولین کلمه ای رو که یکی از دوستان بیان کرد گفت که من تو خونه بودم، 11 سالم بود تو لندن و یه وقت در خونه در زدم. پدر ما هم پیرمردی بود، حالا مثلا حدودا 67-8 سالش بود، در زدن و در باز شد و در رو که باز کردیم تو لندن یه وقتیم 7-8-10 تا روحانی عالی مقدار با شخصیت از وارد شدن. پدر ما رفت جلو استقبال و خیلی احترام کرد، همه سادات، همه روحانی، شخصیت، حالا همه تو لندن آمدن در خونه ما. پدرم خم شد، دست اون مقام عالی قدر رو بوسید. من پرسیدم بابا اینا کیان؟ فرمود حضرت آیت الله العظما خویی برای معالجه آمدن لندن و مهمان ما هستن. این چند روزی که لندن هستن مهمان ما هستن. آمدند و وارد شدن و پدرم و ما همه مشغول پذیرایی شدیم. خب آقای خویی از نجف اشرف بلند شده بودن، آمده بودن منزل ما لندن و این خیلی برای من جاذبه داشت. من یه طفل 11 ساله یا 12 ساله بودم. در این حال تلفن پدرم زنگ زد، تلفن منزل زنگ زد و بابام گوشی رو برداشت و به اون طرف جواب داد که من 1-2 ساعت دیگه به شما زنگ میزنم، الان از نجف برای مهمان آمده، نمیتونم صحبت کنم، 2 ساعت دیگه به شما زنگ میزنم. در این حال حضرت آیت الله العظما خویی به پدر من گفتن کی بود؟ کی بود زنگ میزد پشت تلفن؟ پدرم گفت که یکی از دوستان ایرانی ما از تهران آمده، مریضم هست، تو هتل که اینجا وارد شده کسی رو نداره برای ترجمه، زبان بلد نیست، زنگ زده به من که من الان قریبم و کسی نیست کمکم بکنه، به فریاد من برس. آی خویی فرمودن ما رو ول کن، الان پاشو برو کارون مؤمن رو را بینداز و انجام دادن کار او از میلیون ها کار پذیرایی برای ما ثوابش نزد پروردگار بالاتره و ما در ثواب رفتن تو و کمک به این مؤمنی که الان غریبه و احتیاج داره شریک میشیم. بلند شو برو. هرچی پدرم گفت شما مهمان منین، تازه وارد شدین، مرجع تقلید منین، فرمودن ابدا ما رو رها کن، پاشو برو اونجا. اخلاق در مظاهر اخلاقی هرچه عالی مقام تر و برتر با ظهور و بروز پیدا کنه، چون ما اخلاق رو تو جنگل رو درخت ها که نمیتونیم جستجو بکنیم، اخلاق رو رو خاک ها و بیابون ها و دریاها و صحراها که نمیتونیم ببینیم، اخلاق را در مظاهر اخلاقی در انسان که خلیفت الله هست و جانشین خدا در زمین معرفی شده، اونم به همین شکل، به همین شکلی که عرض کردم، یک انسانی گذشت بکنه از خودش، ایثار بکنه، دعوت بکنه به خدمت به خلق،
دعوت کنه به کمک به هم نوع، اقاصه یک ملحوف، رسیدگی به کار یک مؤمن، رفع بیچارگی از یک انسان. اینا رو ما اخلاق رو از این مظاهر میتونیم جستجو بکنیم و بهش دست پیدا بکنیم. نمیتونیم اخلاق را از در و دیوار یا از لابلای کتابها یا از توی احادیث و روایات، چرا اونجا ممکنه به ما دستورالعملهایی گفته بشه، ولی ظهور و بروز اخلاق در مجسمه های اخلاق، در مظاهر اخلاق، در کسانی که زندگیاشون خلیقه، مثل روایت امام صادق علیه السلام که میگه من، راوی میگه من در حال طواف بودم، در حالی که من داشتم طواف میکردم امام صادق علیه السلام و امام باقر صلوات الله و سلام علیه که اتفاقا امروز روز ولادت نورانی و مبارکشون هست، وارد مطاف شده. چون حضرت باقر العلوم سمین بودن، سنگین وزن بودن، یک کمی به زحمت را میرفتن، دستشون رو گذاشتن رو شانه من، مثل من و مثل عصای خودشون قرار دادن و وارد مطاف که شدن دستشون رو شونه من گذاشتن، همراه من طواف کردن. من شوط مثلا پنجمم بود، امام باقر شوط هفتم، شوط اولشون بود که تازه وارد مطاف شده بود. من خوشحال که مولای من، امام من، منو عصای خودشون قرار دادن و من کمکی هستم در راه رفتن، میتونم به امام زمانم کمک برسونم. در این حال یه رفیقی داشتیم که از قبل بیرون مطاف کنار مسجد الحرام نشسته بود و هی اشاره میکرد بیا دیگه. چون امام باقر پنج دوره دیگه دور کعبه میخواستن بپردازن، من حیفم آمد حضرت رو که امام زمانم هستن رها کنم و برم به صدای او و ندای او جواب بگم. امام باقر متوجه اشارات اون مؤمن شدن، فرمودن این کارت داره، صدات میزنه، اشاره میکنه. گفتم بله، من این بنده خدای مشکلی داره، من قبل از طواف باش قرار گذاشته بودم که طوافم تموم بشه برم کارش را مشکلش حل بکنم. فرمودن خب چرا نمیری پس؟ طوافت که تموم شد، هفت شوطت انجام دادی، من شوط پنجمت بود که تو داشتی طواف میکردی وارد مطاف شدم، من هنو پنج شوط دیگه دارم، تو برو. گفتم آقا من شما رو تنها بذارم، امام زمان من هستین، شما رو تنها بذارم برم دنبال او. فرمودن برو، منو رها کن، من خودم طوافم رو انجام میدم، برو کار مؤمن رو انجام بده، اساس اوه. منم حرف حضرت رو گوش کردم و رفتم و کار او رو انجام دادم و فردای اون روز سه روز حج بود، تو خیمه های منا خدمت امام باقر صلوات الله و سلامه علیه تو خیمه رسیدم. حضرت منو که دیدن فهمیدن میخوای یه حدیث برات بگم از پدرم و او از پدرش و او از پدرش و او از پدرش امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تلا و سلامه علیه. گفتم آقا جان چه عزی بهتر در محضر شما حدیث پدران شما را هم گوش کنم. فرمود وقتی کاری مؤمنی رو را بندازی، قضاء حاجت مؤمنی برادر مؤمن تو بکنی، افضل است از توافی و توافی و توافی
و توافی و توافی و توافی و توافی تا 10 مرتبه امام باقر هی فرمودن و تواف. از یک کار مؤمن رو را بندازی از 10 تا تواف دور کعبه افضله. اخلاق ایناست، در مظاهر اخلاقی وقتی هرچی هم مقام بالاتر باشه، شما یه وقت هست از آقای خویی یک همچه چیزی رو میبینید، یه وقت از حضرت آیت الله شیرازی یک همچه مقامی رو اخلاق رو میبینید، یه وقت از مراجع تقلید یک همچه مقامی رو میبینید، یه وقت از امام زمان صلوات الله و سلامه علیه تو خیمه صاحب زمان مشرف بشین، یا انشاءالله در فصل حج تو طواف خدمت مولانا و سیدنا صاحب العصر و زمان برسین و یک رویه اخلاقی رو از حضرت ببینین و بعد تعریف کنین، روایت کنین که من محضر مولا که رسیدم چنین چیزی رو بیان کردن، چنین مطلبی رو فرمودن. هرچی این مظاهر اخلاقی، مجسمه های اخلاق مقامشون بالاتر باشه، اون وقت اخلاق منتقل شده به ما متعال‌تر میشه. یه وقت از جبرئیل اخلاق یاد میگیریم، یه وقت از میکائیل اخلاق یاد میگیریم، یه وقت از کسی که انک لعلی خلق عظیم، مظهر خلق عظیم پروردگار و صاحب اخلاق بی نهایت الهیه و مظهر متجلی تمام اسماء و صفات الهی به شکل عینی و عملی. اینجا هی تعالی پیدا میکنه، رتبه اون مقام اخلاقی که به ما داره اخلاق میاموزه هرچه مقامش بیشتر و بالاتر باشه دریافت ما بهتره، لول اخلاق بالاتره، مقامات اخلاقی و اون نفوذ اخلاق در عمق جان ما، تأثیرپذیری دی ان ای ما، خون ما، ژن‌های ما در دریافت وراثتی از کسی که صاحب خلق عظیمه بیشتر خواهد شد. بله. ما بیشتر منقلب میشیم، ما بیشتر تحت تأثیر قرار میگیریم. گاهی در اخلاق متعالی انقدر نفوذ اخلاق قویه و سریعه که با یک مرتبه تجلی اخلاقی تمام عمر من اخلاقم تنظیم میشه. انشاءالله یک تشرفی محضر اون مظهر تمام اخلاق الهی و اونی که پیغمبر درباره او فرمود المهدی رجل من ولی اسمه اسمی کنیته کنیتی شمائله شمائلی اخلاقه اخلاق سنته سن یقیم الناس على ملتی و شریعتی و یدعوهم الى کتاب ربی عز و جل. یک وحدتی رو پیغمبر بین خودشون و امام زمان بیان کردن که آدم مبهوت میشه از این وحدت مقامی و تعالی مقامی اخلاق که از امام زمان در زمان ظهور ظاهر میشه و جهان را اخلاق الهی امام زمان فرا میگیره و چنان نفوذ در دلها میکنه که یک بیادبی از یه حیوان دیگه شما نمیبینی. مورچه ها متخلق به اخلاق میشه، مورچه ها اهل فداکاری و ایثار و این مقامات، حیوانات، حشرات. تو روایات داریم در زمان ظهور
موش کیسه رو سوراخ نمیکنه، به خلاف اخلاقه. پرندهی پرنده کوچک دیگه ای رو شکار نمیکنه، خلاف اخلاقه. گرگ بره رو نمیدره، خلاف اخلاقه. در زمان ظهور مولانا صاحب الزمان هیچ پلنگی آهوی رو نمیگیره، این خلاف اخلاقه. راوی متعجبانه میپرسه آقا پس این حیوانات قانون نزاع، قانون بقا، تنازع بقا، باید هم دیگر رو خوراک هم قرار بدن، این دی چی میشه؟ چی بخورن؟ فرمود خدا شکم گرگ را، شکم عقاب را، شکم اون حیوان درنده را، گیاه خار قرار، همون غذا و پروتئین و انرژی هایی که میخواد از این گوشتای حیوانات به اینا برسه، از گیاهان مقوی. خدا گیاه، مگه هر روز نمیشه یک گیاه جدیدی، یک نیروهای مقوی از همین زمین در بیاد، دانه های قوی، غذاهای قوی. اون خدایی که در دل این گیاهان غذا را برای بشر، برای حیوانات، برای پرندگان مهیا میکنه و میرویاند از دل زمین، نمیشه یه لوبیایی رو کاشت بکنن، کشف بکنن که صد برابر گوشت مقوی تر بشه؟ نمیشه یه سویایی رو که اصلا وجود پروتئینیش و نمیشه قار خب ظاهران ارتباطمون قطع شده، نمیدونم از اتاق فرمان اگر به من اطلاع بدن که ارتباط همچنان برقرار هست یا نه ممنون میشم. خب ظاهران ارتباط موقتا قطع شده، امیدوارم مجددا ارتباطمون برقرار باشه، هرچند 5 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه هم فرصت نداریم، ولیکن مباحثی که حاج آقای یوسفی بیان فرمودند خب به عنوان مقدمه بحث مطالب ارزنده‌ای بود و امیدوارم که ارتباط ما هر سریع‌تر با ایشون برقرار بشه. نمیدونم اتاق فرمان اگر ارتباط برقرار شد به من اطلاع بدن ممنون میشم. خب ظاهرا ارتباط ما همچنان برقرار نشده، من نمیدونم در این چند دقیقه پایینی، یعنی اگر ارتباط هم برقرار بشه 2 دقیقه 3 دقیقه بشه تا پایان برنامه فرصت نیست. اجازه بفرمایید من در همین جا تشکر بکنم از همه شما خوبانی که تا به این لحظه با ما همراه بودید. حاج یوسفی هم انشاءالله ارتباطشون اگر برقرار شد برای بحث فردا شب ما مفصلا از ایشون بخوایم که یک توضیحات مختصری هم راجع به بحث امشب ارائه بدن، اون مقدمه رو، و ما عملا وارد بحث مراتب عالی اخلاقی بشیم. خیلی ممنون از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید، امیدوارم هر کجا که هستید صحیح و سالم باشید، در پناه حق و از موالیان حقیقی اهل بیت عصمت و طهارت. تا اداره بعد پیروز و سربلند باشید. التماس دعا و یا حسین. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من.